سرخط مهمترین خبرها، یک عضو پیشین ریاست حزب ممنوع نهضت اسلام در بیمارستان زندان بستری شده است. رئیس شورای فدراسیا گفت موضوع مهاجرت را رادیکالی نکنید. و جنگ در ولایت کورسک روسیه دو روز است که دوام دارد. درود بینندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 10 است و با آخرین خبرها در خدمت شما هستیم. امروز 8 آوگوست سال 2024 است. زبیدالله رازق عضو پیشین ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را در بیمارستان زندان شهر وحدت بستری کردند. مقامات و نزدیکانش گفتند این روحانی 80 ساله مبتلا به بیماری دل است و یک هفته باز مریضی اش شدت گرفته. یک نماینده سر ریاست اجرای جزا با شرط ذکر نشدن نام شفهم آوگوست به رادیو آزادی گفت زبیدالله رازق زیر نظارت پزشکان است و نزدیکانش از والو خبر میگیرند. با قبل این مصاحبه ما یگان فشار یا اذیت نیست و تا زمان زندانی شدن هم گرفتاری بیماری قلب بوده است. پیوندان زبیدالله رازق هم تصدیق کردند که او تا زندانی شدنش در سال 2015 یک دفعه دلش را تبابت کرده بود. حسام الدین زبیدالله پسر زبیدالله رازق روز 7 آوگوست به رادیوی آزادی گفت شرایط زندان به سلامتی پدرش تاثیر منفی رسان و برادرش داروهای ضروری را به او میرساند. زبیدالله رازق در سال 2015 دستگیر و به 25 سال زندان محکوم شد. مقام تاجیکستان او و اعضای دیگر حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را و دست داشتند در حادثه های ماه سپتامبر سال 2015 که آن را آشوب نافرجام مینامند گناهکار کردند. رهبران حزب در خارجه دست داشتن خود را در حادثه های 9 سال پیش رد کرده آن را بهانه از صحنه سیاسی بیرون راندن خود و طرفدارانشان دانستند. والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه گفته است که مسکو نمیتواند راه مهاجران را به کشور بندد. ماتوینکو ضمن نشست مطبوعاتی از همکارانش در دوما دعوت کرد که این موضوع مهاجرت را رادیکالی نکنند و از حد زیاد به احساس با آن برخورد ننمایند. به گفته رئیس شورای فدراسیون که پلت بالای پارلمان در روسیه است، با مهاجرانی که برای کار میآیند واقعا مشکلات وجود دارد، ولی مهاجرت یکی از شکل‌های دوستی خلقان میان روسیه و کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل است. این چیز با تاکید والنتینا ماتوینکو برای حفظ امنیت در منطقه کمک میکند. ماتوینکو گفته است مهاجرت باید با شیوه خوب تنظیم کرده شود. از جمله به گفته این مقامدار روسیه، حکومت این کشور باید بازار کار را تحلیل کرده عمیق نماید که در کدام بخش ها باید مهاجران جلب کرده شوند. اینچنین به گفته ماتوینکو نباید مهاجران زیاد در شهرهای کلان یا مگاپولیس ها جلب شوند، بلکه بهتر است مهاجران را به آن منطقه های روسیه فرستند که با آنها احتیاج است. در عین زمان ماتوینکو تاکید کرده است که خارجیان باید زبان روسی را دانند، قانون ها را رعایت کنند و برای کشور تهدید ایجاد نکنند. رئیس شورای فدراسیون روسیه مشکل اساسی بخش مهاجرت را جای داشتن فساد یا کروپسی گفته است. Вот этого не должно быть, ведь законы и сегодня есть. این نباید رخ دهد، زیرا که قانون ها تا حالا وجود دارند، ولی آنها را صرف نظر می کنند. این قانون ها خوب عمل نمی کنند. مهاجرت غیر قانونی و فساد در این بخش فضای بسیار بد را به میان می آورد. من چنین می حسابم که رشوه‌خوری در بخش مهاجرت باید به جرم بسیار وزنین برابر دانسته شود. این قابل قبول نیست. حرف‌های این مقامدار بلندپایه روسیه در حال صدا می‌دهند که بعد از حمله به کراکوس شکایت مهاجران از بازداشت‌های بی‌اساس، شکنجه و اخراج از روسیه خیلی زیاد شده است. از جمله هزارها مهاجر تاجیک در فرودگاه و گذرگاه‌های زمینی روسیه درماندند و تنها در 6 ماه 17000 آنها از این کشور اخراج شدند. عین شکایت را مهاجران ازبکستانی و قرقیزستانی هم دارند. برخی مقامداران دیگری روسیه و هم وکیلان خواستار شدیدتر کردن قانون‌های مهاجرت هستند. از جمله اخیراً دومای دولتی قانونی را قبول کرد که به پلیس حق دهد مهاجران را از روسیه پیش کند. قبلا اخراج شهروندان از روسیه تنها با اجازه دادگاه ممکن بود. بینندگان عزیز، از روسیه یک خبر مهم دیگر هم داریم. روز دوم است که جنگ های سخت میان نیروهای روسیه و اوکراین در ولایت کورسک روسیه ادامه دارد. در حالی که کیف چیزی در این باره نمیگوید، مقامات روسیه گفتند ارتش اوکراین به خاک این کشور حمله کرده است. الکسی سمیرنوف والی موقت ولایت کورسک گفت است در منطقه وضع فوق العاده اعلان شده، در منطقه های مرزی وضعیت جنگی است. مقامات اوکراین دوام دو روز جنگ درباره حمله به ولایت کورسک روسیه چیزی نگفتند. روز 7 آوگوست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نشست شورای امنیت را برگزار کرد. سردار ستاد حربی روسیه والری گراسیمو و سردار خدمات فدرالی امنیت الکساندر بورتنیکوف در این جلسه گفتند صبح 6 آوگوست واحدهای نیروهای مسلح اوکراین که شمارشان تا 1000 نفر است با هدف تصرف یک بخش از قلمرو ناحیه سوجان ولایت کورسک به هجوم گذاشتند. در حالی که اطلاع الترناتیوی در دست نیست، گراسیمو گفته است پیشروی ارتش اوکراین
اوکراین قطع کرده شده، ارتش روسیه به محو نیروهای دشمن ادامه می‌دهد. در همین حال مقامات آمریکایی گفتند از کیف درباره حمله به ولایت کورسک معلومات بیشتر خواستند. جان کربی نماینده کاخ سفید گفت سیاست آنها درباره حمله اوکراین به حدود روسیه تغییر نیافته است و واشنگتن به کیف اجازه می‌دهد که با سلاح‌های گرفته‌اش از ایالات متحده به مکان‌های نظامی در روسیه حمله کند. بانک جهانی برای نفسازی یک پل یا کپروک در ناحیه واسه مبلغ می دهد. پل بر فراز رود یاخسو یک سال پیش صدمه دیدن، مقامات برای تعمیر آن مبلغ می جستند. ادامه موضوع در گزارش محمود جان رحمتزاده. برای بازسازی این پلی داروی اهمیت بین الملل در شاهراه واسه کلاب خاروق بانک جهانی پل می دهد. در اداره راهسازی واسه گفتند این خبر را از وزارت نقلیات شنیده اند. پل در فضای رود یاخسو جایگیر بوده یک سال پیش صدمه دید. از آن وقت تا حال برای بازسازی آن کاری نشده است. حالا گذر از بالای آن خطرناک است، اما در حکومت واسه باور دارند بازسازی آن به زودی شروع خواهد شد. در قسمت ویرانه پل غوهای بتونی گذاشته شده است تا ماشین کمتر در یک وقت از روی پل گذرد، اما رئیس ناحیه گفت که این بتونهای دوتانگی برای پلی صدموی باریگرانند. او تاکید کرد که هر لحظه این بتونهای گذاشته شده می توانند صدمه نو به میان آورند. اگر پل فرو افتد یکان راه دیگر در این مسیر وجود ندارد. جمشید شریفزاده با ساختن راه الٹرناتیوی تاکید کرد. پولی بالای یاقسو در حدود ناحیه واسه بزرگترین پولی منطقه بوده سال 1958 ساخته شده است. در این مدت تنها تعمیری سطحی دیده است. حالا اداره راهسازی، حکومت واسه و رانندگان امیدوارند پیش از آن که پول فرو افتد با پولی بانک جهانی بازسازی خواهد شد، ولی دقیقا نگفتند که این بازسازی کی سر می شود. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه واسه. ترکیه و دعوای جمهوری آفریقای جنوبی که اسرائیل را برای جنگ در نوار غزه به دادگاه بین المللی سازمان ملل کشیده از همراه شد. ترکیه هفتمین کشوری شد که به جوابگاری کشتن اسرائیل را در پس منظر عملیات نظامیش ضد گروه فلسطینی حماس طلب میکند. حماس در ایالات متحده و اتحاد اروپا سازمان تروریستی اعلان شده است. پرزیدنت ترکیه رجب اردوغان بارها حادثه های غزه را قتل عام فلسطینیان نامیده است. اسرائیل این ادعا را رد میکند. دادگاه بین المللی سازمان ملل در گاگا ماه ینوری امسال بررسی شکایت جمهوری آفریقای جنوبی را علیه اسرائیل با اتهام قتل عام ساکنان غزه آغاز کرد و این شکایت نیکاراگوا، کولومبیا، لیبیا، مکزیک، اسپانیا و فلسطین هم همراه شده بودند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 8 آگوست را فرا می‌گیرد. شب 8 آگوست سال 2008 میان گرجستان و روسیه جنگ شروع شد که 5 روز ادامه کرد و در نتیجه آن از هر دو جانب بیش از 230 نفر کشته و صدها تن مجروح و گریزه شدند. روسیه گرجستان را گناهکار کرد که به سته جنوبی جدایی طلب حمله کرد و مسکو برای حمایت حقوق این مردم تانکوی خود را به خاک گرجستان درآورد. گرجستان و اتحاد اروپا و غرب روسیه را گناهکار کردند که با عملهای خود شروع این جنگ را تحریک داد. تنها با میانجیگی اروپا 12 آگوست سال 2008 جنگ خاتمه یافت، ولی تاثیر آن در روابط آینده روسیه با گرجستان و اروپا و غرب دوامدار شد.
8 августи соли 2012 ورزشگری تاجیک موزونه چوریوا برنده медали برنجی اولمپیاده لندن اعلان شد. او در نبرد با مشتزن ایرلندی کیتی تیلر رقابت کرده صاحب جای سیوم مسابقات گردید. موزونه اولین ورزشگر دختری از تاجیکستان گردید که صاحب медали اولمپی شد. 8 августи соли 1935 журналист ва нависанда Насим Раҷаб таваллуд шудааст. Ӯ 10 солаҳо дар нашрияи Пионери Тоҷикистон кор карда, баъди ба анбос тағйири ном карданаш дар солҳои истиқлолият барои нашри маводи тарбиявӣ барои кӯдакони тоҷик заҳмати зиёд кашидааст. Аввалин қиссааш рӯзномае, ки бояд навишта мешуд, бештар шарҳи ҳоле будааст. Саргузаштҳои наврасони тоҷике қисса мекунад, ки бо сахтиҳои зиндагӣ рӯбарӯ мешаванд. Аксар асарҳои баъдиаш ҳам ҳама ба хонандаи навраз равона шуданд. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 122 سومان برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 1050 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جداشته برای برنامه نوید به انجام رسید. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را در زیر برنامه به ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.